دوستان کوچکی از رهبر عظیم و شأنمون که در خدمتشون صحبت میکنیم در دوره‌های گذشته یادم میگم هم لطیفه است و هم گویای حال وضع ما و دشمنان ما. مرجع عالی قدر جزء مسائل شیرینی که نقل میکردند میفرمودند یه وقتی در جوانی دوستانی داشتند جلسه‌ای در میان این چند نفری که هم جلسه بودن یه نفرشون نساز بوده و معمولاً با تصمیمات جلسه همکاری نمی کرده و تازه بعد از همه به دیگران می گفته شماها روح اجتماعی ندارید و تکروی می کنید. داستان برای ما همینه. 99% مردم چیزی رو می خواند. 1% و 0.5% مردم ممکن است چیزهای دیگری رو می خواند. و صدای اون 0.5% بیشتر از صدای 99% در رادیو و روزنامه ها شنیده می شود. باز با کمال پررویی این انقلاب رو متهم به سانسور می کنند. بدبخت ها در کامبوج شما بعد از 2 سال و کشتار بیش از 1 میلیون هنوز همسایه های کامبوج نمی دونند در درون کشور چه می گذرد. شما با این ایدئولوژی انقلاب ما رو متهم به سانسور می کنید. در شوروی انتخاباتش به قول اوتلی مثل یک مسابقه اسب دوانی است که در آن فقط یک اسب شرکت کند که همیشه برنده است و با کمال پررویی بلندگوهایشون اینجا فریاد میزنند و انتخابات و رفراندوم ما رو تحریف